speaking in the House of Commons is quite different. کسی فکرش را هم نمی کرد این بانوی جوان روزی به آهن تبدیل شود و لقب بانوی آهنی انگلیس را از آن خود کند. مارگارت تاچر قبل از اینکه آهنی شود در مقام رئیس حزب محافظه‌کار در سال 1357 به ایران آمد و با شاه دیدار کرد و در قدردانی از خریدهای تسلیحاتی شاه از بریتانیا گفت که این خریدها هزاران شغل در صنایع بریتانیا ایجاد کرده و جلوی بیکاری را گرفته و شاه را متحد اصلی بریتانیا اعلام کرد. انقلاب ایران در روزهای پایانی خود بود و مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی مبارزات مسلحانه می‌کردند. شاه هم از ایران فرار کرده بود و با سرطان در جزایر باهاما دست و پنجه نرم می‌کرد. تاچر که حالا در انتخابات پیروز شده بود و در مقام نخست وزیری انگلیس بود، دیگر متحد اصلیش یعنی شاه را فراموش کرده بود و قدردان او نبود. او برای شاه پیغام فرستاد که بریتانیا از پذیرفتن او معذور است. با اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ایران، انگلیس به طرفداری از آمریکا ایران را تحریم و روابطش با تهران را کم رنگ کرد. بحران گروگانگیری وارد فاز جدیدی شد، البته این بار در لندن. گروهی به نام نهضت دموکراتیک برای آزادی عربستان سفارت ایران در لندن را اشغال و حدود 20 نفر را به گروگان گرفتند. گروگانگیری بعد از 6 روز با شهید شدن 2 نفر از کارمندان سفارت ایران و کشته شدن تمامی تروریست ها پایان یافت. تاچر شخصا دستور کشتن تروریست ها را صادر کرده بود، زیرا اعتقاد داشت آنها اطلاعاتی دارند که برای آینده بریتانیا خطرناک خواهد بود. گروهی بر این باورند که این گروگانگیری به سفارش دولت بریتانیا انجام شده تا ایران را در مقابل اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ایران تحت فشار قرار دهد و معامله ای انجام پذیرد. چند ماه بعد عراق به ایران حمله کرد و تاچر که نگران نفوذ انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه بود از عراق حمایت کرد. در اسنادی که سالها بعد منتشر شد، معلوم شد کارخانه های اسلحه سازی بریتانیا با اطلاع خانم تاچر به عراق سلاح می فروختند. در ماه های پایانی جنگ بحران جدیدی در راه بود. چاپ کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی در بریتانیا خشم مسلمانان جهان را در پی داشت و امام نیز در موضع گیری خود چنین فرمودند: ادعی تعالی انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشد. این بحران تا آنجا پیش رفت که در ماه‌های پایانی نخست وزیری 11 ساله مارگارت تاچر روابط ایران و انگلیس قطع، ولی تاچر هنوز به حمایت از سلمان رشدی اصرار داشت. مارگارت تاچر که به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود، کمتر در مجامع عمومی حاضر می‌شد تا اینکه چند روز پیش درگذشت. مرگ تاچر اگرچه برای سیاستمداران انگلیس اندوهناک بود، ولی ظاهراً برای مردم این کشور باعث جشن و پایکوبی شده است. جشن و پایکوبی که با دخالت پلیس همراه است. به وصیت بانوی آهنی انگلیس، جسدش پس از سوخته شدن در مکانی که نامعلوم خواهد بود، دفن خواهد شد.